صفحه اقتصاد خیلی درهمه، بعضی اوقات اصلا میان شاخصو هم عرضشو میگیرن هم طولشو. خب آقا فرزاد ببخشید خیلی حوض بکنم. آقا فرزاد تو قرار بود با 4 نفر تولد بگیری. آخه اینو 4 نفره چیکار کنم الان؟ بابا اگه مادرت بفهمه من بدبخت میشم. آروم تگه خوره آرومتر باش. بعدم مامان من تو نروژ از کجا بفهمه؟ اگه تو دهنتو با نکنی شیمه برو بری کاره. ببخشید خود میکنم یه چیزی کم و کس بودش من داشتم. عرض میکنم بحث طول و عرض که فرزاد دادا دوباره دادا دختر دیدی در این راجع به مسئله اقتصادی باشون صحبت میکنی؟ بابا این میفری بدونا میدونیم چرم از خود درخت است بابا. پتیزی میداری میگم ساره را ندیدی؟ بابا تو هم میگم ساره ساره رفت تو حیات برو تو حیات. مزاحمه تو نمیشم. وای تازه خب ببینین چرا چیزی میخوام براتون بیارم؟ آتا سا چیزی شده؟ براتون نراحتی؟ ها؟ من نگاه کن سامیار باز که های اون زره با هم دیگه قطعی زده شما؟ مجید برو اصطله ندارم دیگه داری دور بر میداری یا دادا؟ برو مجید اصطله ندارم. سامیار کریمی تو کماست. آتوسا شوکتی هم فوت شده. هر دوشون دانشجوی ترم 2 دانشگاه فرهنگیمان بودن. آزمایش نشون میده که حجم بالایی از مواد مخدر تو خونشون بوده. یه ماده مخدر صنعتی به اسم هافکینگ چو انداختن که اینو بخورن تمرکزشون میره بالا و راحت‌تر درس میخوندن اینا، ولی در واقع تمام سلولای مغزی از بین میبره. اعتیادش هم خیلی بالاست. ظرف 2 ترم گذشته 11 تا دانشجو که خاصیم مغزی خوردن به دست اون میده. 11 تا؟ عجب. قربان این قرصا رو کی داخل دانشگاه پخش میکنه؟ من پخش میکنم. اگه میدونستم کی پخش میکنه به تو چه احتیاجی داشتم؟ آروم باشید قربان، آروم باشید. متوجه شدین؟ سوال درست بپرسین لطفا. الان من باید متوجه شم؟ شما سوال پرت و پلا میپرسید من باید متوجه شم؟ توجه کنید که من این سوالو پرسیدم که در روند ادامه توضیحات شما بدونید چه سوالی بپرسید چه سوالی نپرسید. چقدر پرروه قربان. بس دیگه خیلی مهمه. اگر این قرص به بقیه دانشگاه‌ها برسه فاجعه میشه. بله. شما دوتا امید دایره مبارزه با جرم دانشجو هستید. ممنون که به من اعتماد کردین قربان. ممنون. تو رو به خاطر اینکه مأمور بیبی فیس دیگه ای نداشتین بل اجبار انتخاب کردیم. البته خانم صیبی به خاطر لیاقتشون که اینجا. خیلی ممنونم جناب دلاوری. مطمئن باشید که منشأ توضیح رو پیدا میکنم. قربان منم قول میدم که یه جوری نقش دانشجو رو بازی کنم که هیچ کسی شک نکنه. مثلا استاد نهار رو 10 میدیم، استاد اگه جزوه بنویسیم مثلا تو اکبری ببخشید تو نقش استاد. ببین من شخصا ضمانتتو کردم که اجازه بدن توی ماموریت باشی. اگه خرابکاری کنی ماموریت لو بدی، هر گندی بزنی خودم توی دریاچه نمک خاکت میکنم. تو دریاچه نمک؟ دریاچه نمک رو دارین شوخی میکنین دیگه نه؟ آره دارم شوخی میکنم. تو ماموریت لو بده. من میدونم تو یه بیلچه دریاچه نمک. تموم شد و رفت. ضمناً از اینجا به بعد شما فامیلیتون محمدیه، به هیچ عنوانم فامیلی اصلیتون رو عنوان نکن. آقا من چیم؟ محمدی من چی؟ تو فامیلیت خادمیه. آقا خادمی دوست نمیشه چیز دیگه. بله من محمدی هستم، ایشونم جناب خادمی. هیچ سلاحی با خودتون نبرین که یه وقت لو نرین. خیالتون راحت باشه خادمی. حتی کارد میبخوری هم با خودمون نمیبریم.
ببخشید من فکر کنم اشتباه من معرفی نامه هم بله پس رفع زحمت نمیخواد بکنید بفرمایید بهت بشین درست اومدید بشینم بله برسود اینجا کلاس مگه زنونه نیست زنونه حمام مگه ورودی پرستاری ما امسال 19 تا دخترم و شما یه دونه کاکل پسر حالا مگر مشکلی دارید تشریف ببرید آموزش اونا رسیدگی میکنن انتقالی انصراف اونو دیگه نمیدونن انصراف دلوچه نمک نه نه استاد مشکلی نیست خیلی خوب میتون بشید ای بل بابا بچه ها من یه جلسه بیشتر نرفتم سر کلاس روم اسم گذاشتم چی میگن؟ به میگن سنبول خان او نخندین شما ببخشید من اصلا نمیفهمم چرا شما برید پزشکی من برم پرستاری؟ چرا؟ والا منم نمیفهمم شاید یه سیاستی پشتش ما نمیدونیم سلام خسته نباشی سلام الناس جون ممنونم ماموریت جدیدو به تبریک میگم دارم کارهای ثبت‌نامشون انجام میدم ای قربونت برم من مریم جون میگم یه خواهشی ازت داشتم تو جون بخواه عزیزم جون که نه یه جا به جایی کوچولو منو بذار پزشکی اکبری رو بفرست پرستاری والا من از اولم از پزشکی خوشم نمیومد حقیقتا از اول عاشق پرستاری بودم یعنی واقعا حیف شد واقعا؟ آره بابا اصلا به قیافتون هم نمیخوره آخه پزشکی بله؟ الان نیست خیلی به قیافه و استایل تو میخوره پزشکی بخونی؟ نمیخوره؟ معلومه که نمیخوره میگم نمیخوره حالا ولش کن به هر حال الان دیگه نمیتونیم کاری بکنیم چرا؟ چون مأموریت لو میره این کتابم آوردم که در مواقع اضطرار ازش استفاده کنی چون آدم نمیدونه چی پیش میاد کتاب آوردم در مواقع اضطرار کتاب آوردم در مواقع اضطرار بازش کن برق بزن بازش کن الناس جانم الناس کجایی؟ سلام گوهرجی سلام سلام یه ساعته دارم زنگت میزنم بریم نهار چرا تلفنتو جواب نمیدی؟ نشنیدم شما خوبی پسرم؟ شما خوب هستی؟ گذاشتین یه دو روز بگذره بعد کتاب بدین کتاب بگیرین نه گوهر جون سینا پسر داییمه سال اولشه پرستاری میخونه او به سلامتی به 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 از دور میومدیم نگفتم این دوتا چقدر شبیه همه خیلی همه کی گفتی؟ گفتم باد می اومد تو نشنیدی گفتم خب خدا رو شکر از این به بعد خیالم راحته پسر دایی جان پهلوان تو دانشکده هم حواسشون به الناس جان ما هست ماشاءالله همینطوره مادر سنبول خان کلاس زبان تخصصی شروع شده مامان جان به شما میگن سنبول خان مادر جان منو این القاب هم یعنی خودتون گفتیم پهلوان سنبول با سرت نخوره به تو داره میگه سنبول سنبول داره به تو میگه اسم سنبوله فامیلیت سنبوله اسم هنریش سنبوله گفت سنبول بهت حالا که اینجوری شو من میرم به حراست میگم اینا رو من اسم گذاشتم ناراحت شد بهش گفتی سینا اسمش سنبوله اسمش سیناست اسم هنریش سنبوله تو کجا بودی یه ساعت دارم به زنگ میزنم من نشدم چرا گوشیدو جواب نمیدی غلط کردم بریم نهار خجالتم خوب چیزیه آقا من میخوام اینو بهت شما بگم عرض ادب من می‌خواستم اینو بگم سلام عزیز جون دورت بگم می‌خواستم اینو بهت بگم نقشم بود آفرین راجبه نقش سلام عزیز جون دورت عزیز جون دوست عدی به من دقت کن این دفعه نقشم اون نگیره مغز تو به مغز شطور پیوند می‌زنم میدم گربه ها بخورن قربون آقا شما 207 انتخاب شده تو فقط برام داده میگم من خودم تنهایی برم با معتمدی صحبت کنم بهترنی تنهایی بریم نه دیگه منم بود بیام تنها نری نه آخه این واقعیت یه ذره سر قضیه سامیار با تو مشکل داره سامیار؟ دورت بگم آقا چیز خیلی خواستی خوبه باری چیزی بود درست من چرا باید سر قضیه سامیار با من مشکل داره؟ خب ببین این یه ذره به من مشکوک شده بود که من از این ماجرای مواد و هافکینگ و اینگا با خبرم بعد دیگه من برگشتم گفتم که عرضه ادب خستنم یه شم گفتم آقا بهرام با سامیار بیشتر هش رو نشتر
آقا شما دوتا رو متبر میزنن از هم جدا نمیزنن برای چی رفتی گفتی برای آرومتان بار مشکل داره برامو تو بسات خسته نمیشه سیر میشه بسات مخلصیم بهرام و سومیار با هم چه عشق و نشی داشت عشق این کارو کردم به خاطر اینکه رابطه خودم و سال مستحکم بشه عزیز دلم گند بزنن به استحکام رابطه شما و ساره که یارو جواب تلفنت هم نمیده من این چرا اینو رفتی بودی منو دادی لاکن اگر با من نبودش هیچ میلی چرا جواب تلفن منو نمیده لیل همون ساره کریم برامی بمون تا بیام بمون تا یه هایپن برام هم بگی اومد آقای معتمد آقا در رابطه اون شب شهر من می‌خواستم این مجوز شو به ما بدین که ما دیگه مشغول شیم دست از سرم بردار آقا جان آقای معتمدی بیا بیرون آقا بیا بیرون آقای معتمدی یه شب شهر ساده است تو اینجان دست از سر من بر نمیداری هزار مرتبه بهت گفتم شب شهر نه کراهت داره باید بگی محفل شهر این صد بار کی میخوای بفهم آقا شما بدین محفل شهر بدین چه میدونم اجلاس پنج به اضافه یک شهر بدین به قول مولانا که میپرسی نشان عشق چیز عشق چیزی جز ظهور شهر نیست خب بزنیم عطر ادبیات فضای دانشگاه رو معطر کنیم فعلا که الان یه عطر دیگه اینجا رو معطر کرده من نمیفهمم شما چی میخورین آقا معتمدی بزن من بدون صاحب جان رئیس شرمنده آقای معتمدی جان ده تشریف میارین دفتر بنده با شما کار دارم بله از سایه خدمتون میرسم ارادتمندم خوب شد آقا با شما گیر دادیم به رایه اینجا من چیزی نگفتم که آقای معتمدی یه دقیقه به عرویزه من نگوش بکنم دست از سر من برمیداری یا نه ولم کن آقای معتمدی یه مجوز ساده است آقا راجب مجوز با من اینجا حرف نزن من الان امکانات مجوز دارم بهت بدم من الان اینجا میتونم بهت مجوز چجوری اینجا بهت مجوز بدم ها؟ میدم بهت مجوز میدم فقط دست از سرم بردار بذار من به کارم برسم برو آبروی منم پیش ریاست بردی برو به بچه کردی گوهر جون گوهر میگم مامان من گوش قلقلی میریزه تو آششه یعنی جوابه ها خیلی جواب دستش درد نکنه لال از دنیا نری صلوات بلند اللهم صل علی محمد و آل محمد پیاز داغم رسید نصفشو بریز چشم چشم بس کنار ببینم خانم احمدی احسنت چه رنگی چه بوی همینی که از شما انتظار دارم اینجا بمونه زندگیتون رو بکنین آشتون رو بپزین من یک آشی برای تو بپزم یک وجب روغن روش داشته بپزین ناراحت نشو شوخی کردم ببین قیافت اینطوری نکن بچه ها ازت میترسن یه ذره بخند به خاطر من یه ذره اینقدر ببین چه قشنگی فقط پرکش باشه چشم پرکش روغن و پرکش چشم یه قاشق ساره کجاست؟ رفته بگه هر که حاجت داره بیاد آشپزخونه بزنه چند ماه دیگه جشن ازدواج دانشجویی هست دیگه اینا از الان باید آشورو هم بذارن که ایشالا اون موقع حاجتشونو بگیرن ایشالا بفرمایید از با پذیرایی هم فراهم خیلی خوش آمدید به محفل شعر ما ستاره مجری محفل شعر اینقدر خوشتیپ دیده بودی شما آقا این چه تیپیه زدی مگه میخوای بری ITM برنامه اجرا کنی معتمدی مجید اینو ببینه با همین دارت میزنه برای چی اوت کرونه منو میزنی 10 بار بهت گفتم به وسایل شخصی من دست
نزن. من همه این کارا رو به خاطر مسئله شخصی شما دارم انجام میدم. کروات منو برای چی گرفتی دستت؟ کروات تو گرفتم دستم به خاطر که یاد بگیری به وسایل شخصی من دست نزنی. هر وقت نقشت گرفت کرواتو بهت پس میدم. دادا نقشت جواب میده دیگه. شل کن بابا چیکار داری میکنی؟ برنامه دارم خفه میشم. نقشم جواب میده دیگه. خبر چه استرس داری شما؟ نمیدونم مجی دلشوره دارم. دادا به خاطر قضیه سلف استوری مستر حل میشه. میگم دلشوره دارم، نگفتم دلپیچه دارم. نفخ کردم که عزیز دار من دلشوره دارم برای نقشه. آقا نقشه من حل میشه. شما هنو منو نشناختی. من به شدت آدم سیاسه بی شرفی هست. 100% اعتقاد دارم منم درست داری میگی. شما به شدت آدم سیاسه بی شرفی هستی. اما 1% ننه جان گوهر نه چه خاکی به سرمون کنی. خیالت راحت باشه، به یکی از بچه ها سپردم زیگیلش بشه قشنگ میاردش. شما نگران نباش، قرار شده منم تحقیقاتش انجام بدم. با اجازتون تو محفل میبینم بدون. با اجازه. نبند اینم مجید، به خدا داستان میشه. نبند. گوهر جون، ای قربون این مشق نوشتنت برم من با تمرکز می نویسی؟ گوهر میگم بی بریم دیگه، محفل شعر کلی بهمون خوش میگذره. شعر میخونه، ساز میزنه. تو انقدر شعر دوست داری؟ بد کنه شدی یا میگم دارم جزوامو پاک نویس میکنم، هیچ کاری نکردم، صفحه اولم. ای قربونه این پاک نویس کردنه برم. بچه ها ویرگولو با قرمز میذاره، نقطه هاشو با سبز. جان بلبل شدی یا؟ فلفل بریزم تو حلقت؟ قربونت برم. بنویس بنویس بچه بیا بریم دیگه. راستش منم یکم دلتنگ مامانم اینا شده. آخه اگه بریم حالا هوام عوض میشه. بغض کرد. ببین قشنگ شیطان رجیم شدین، رفتین تو جلد من نذارین درس بخونم. پاشین بریم. نگاه اینجوری نمیشه ها، بگم به شما ما اگه بخوایم شما رو ببریم اینجوری نمیبریم. ببین من رنگ و روغن به خودم نمیذارم. رنگ و روغن کجا؟ میخوای یک کوچولو لباساتو عوض کنی؟ نه اصلا نگاه لباس هم نمیخواد عوض بکنی. نگاه یه ذره کرم ضد آفتابی عزیزم، یه ذره مثلا آبرسان، حالا یه کوچولو در همین حد تموم. همین ناغولا چه دست پختی هم داره. دیشب داره 6 تا کاسه خوردم پر نفت و معده. ابو بچه بیا. اما هفته اول بود بشه این بالا پرش میشیده من این موم تو دستم نرمه. نازنینا ما به ناز تو جوانی داده. یک دم از خیال من نمی روی ای غزال من، دگر چه پرسی حال من؟ تا هستم من اسیر کوی تو هم در آرزو. بله تشویق کنید مرداد ریاهی عزیزو. بابا اصلا مرداد جان واقعیت سازی یه داره شروع کردن. این سر متمرکزم نبود و ایرادی نداره مرداد جون، عالی بود. وایسا کارت داریم دادم. خب و حالا بریم سراغ شاعر نامدار خط اصفهان، منار جنبان و زاینده رود، جناب آقای مجید غلامرضایی. تشویق کنم. قبول نیست و دیدی دوستان، من واقعیت اشعار امروز رو برای مخاطب خاصی که توی مجلس هم حضور داره و
و به نظرم که تشویقشون کنی که اخماشو واکنه. مرد جان، یه آرپژ ساده که میتونی مهمونمون کنی داد. قربون. حتی اگه این دنیا زیر و روشه، هنوز دلم با هاته و میخوامه. عشق مثل جنگ و دل من تو این جنگ اسیر خنده هاته و میخوامه. منم میخوامه دونه باری کلا. چی شد که عاشقت شدم گمونم؟ چی شد که عاشقت شدم گمونم؟ یه سحری تو چشاته و میخوامت. من نمیرنزم اگه بچی باهام. آگوش کن ببین چی میگه. میگه من نمیرنزم اگه بچی باهام. تلخی تو نباته و میخوامت. آباری کله، آباری کله، آباری کله. آمیگه قلبم آوازاری کردم برام. دلم همیشه جاده و میخوامت. بریم سراغ دوست خوبمون، شاعر شعرهای سپید و زیبا و نو در رشته دامپزشکی، جناب آقای بهرام رحمانی. آره بیا خره خره. روانی برای چی گفتی من بیام بالا؟ نظر داده نظر نقشه رو تغییر دادن. این شعر رو بخون. نقشه رو تغییر دادی؟ نه باید من در جریان نقش بود. دوستان تشمه ببرمه، تشمه ببرمه، تشمه ببرمه. گفت بهبه، گفت صدای لالایی بهار است. بز با من نسبتی خونی دارد؟ خاک بر سر. بز با خودت نسبت خونی دارد؟ نه چیه میگه بخون دادم. او با عصبانیت شیر میدهد، من شیر میخورم. آخ 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 واقعا آخ آخ. مادرم شیر آب را میبندد، بابایم میآید. بابات میاد. با صدای چی؟ بابات میاد. موسفندی در دامنه های آل. بابات بیاد. به 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 تشمیق بزنم. البته دوستان، البته دوستان، من اینم بگم که من خودم واقعیت اشعار قدیمیه برامو بیشتر میپسندیدم. حالا نمیدونم چی شده، چه شرایطی پیش اومده که حالا شما نمیدونی، من میدونم. من میخواستم به شما بگم برام یکی از اقوام نزدیکش اومده دانشگاه به خاطر اون یه داره شرایط مغزیشو اینا به هم ریخته. فکر کنید آقا کی اومده؟ حدس بزنید. خالشه؟ نه نه، شما بگو. داداششه؟ نه. عموشه؟ عمش؟ عمه رو کی گفت؟ من. آبری کلا نزدیک بود، تشویقش کنید، تشویقش کنید. خب دوستان، واقعیت اینه که مادر بزرگ بهرام، بفرمایید در ردیفه کم نشسته، تشویقشون کنید، به دانشگاه ما اومدم. هستید؟ بفرمایید مادر جان، بلند شید، بلند شید، بچه ها ببینند سرکار خانومه گوهر رحمانی، تشویق بفرمایید. حالا این داره گوش کنید. نکته جالبه مادر اینه که برام مغزش پوکید، تونست دامپزشکی قبول شه. ننه بزرگیشون پزشکی قبول شدن. بازم تشویقشون بفرمایید. و حالا از طرف دوستان من این شنل قرمز رو میدم به بهرامی که دیگه بعد از اون برای مادر بزرگ میوه و شیرنی و خوراکی و اینا بگیره و بشه شنل قرمزی دانشگاه. تشویقشون بفرمایید. تشویق بفرمایید. ببخشید
گویا مثل اینکه ناراحت شدن اما هیچی رادی نداره چون ناشو برمیدارن راحت میشن. برام قربونت برم مادر جان همینا میخواستی دیگه راحت شدی اینجوری شد حیثیتم را بی حیثیتم کردی ماشالله خوب بروت را تغییر کرده بریم با بقیه به نبتون بخند به خدا مادر به خدا مادر من اصلا هیچ تقصیر نداشتم ببین اینا همش رنگه من به هیچ کس هیچی نگفتم مامان جان به هیچ کس میدونم شما اصلا مقصر نیست تقصیر من میرم انصراف میدم شما راحت کش انصراف چیه قربونتو برم من چیزی نشده که آره شما فکر میکنید چیزی نشده از این دانشگاه خبر نداری منتظر فرصت آدم رو سیبل کنه نمیجوری راجع بشه حرف بزنه آبرومو ببر من برمیگردم شهرستانه بودی مادر من تو این همه درس خوندی یعنی چی آقا این حرفا میخوام برگرم کارش بر دست بابا بایست نه مادر من نمیذارم تا آینده تباه بشه تو همینجا میمونی من میرم نه من انصراف میدم میخوام برم گفتم نه ده ها حتما باید بزنی تو سرش من میرم تو هم به درس و مشقت برس خیلی بدیدم از اون خدا ما نمیدونیم مثلا سرمونه مسایه یه نفهم با هر جه الو بابا سلام خوبین 200 مشکی مات میخوام باند خربوزه ای صندلی مارون شطوری کمربند قرمز رینگ اسپورت یه جوری بخوابه کف خیابون کبریت زیرش داره میخوام سوسکی برم سوسکی بیام بوخ فقط تاکید میکنم 10-11 توس بذار دیگه کچل بله با منی بس یه رب هر کچلی که تو نمیشه که کی بود باشو باش برو بده بگیم که بودو نمیدم سر باد بود دیگه اتما باد خودش در واکه خودشم بس سلام علیکم آه بلند شما گند زدی به خونه آبا اجدادی ما نگاه کن دیگه تو فوتبال تو نگاه کن با این خراب کرده تر زده به خونه دیگه من کاری دارم لیلا کجاست رفته خونه خواهرش اینا چی شده تموم شد حل شد ننه گوهر داره میاد ایوان دا خونه شو آبا جارو کنی ننم داره میاد خوش خبر باشی چجوری رازیش کردی او یه شهر یه داشت خلیلت من نتونم و پس ننم برمیام که دیگه به درد چی میخورم دیگه به درد لجز میخوری دیگه نه شوخی دارم که شوخی دیگه یه روز ارزری میخوایی بزن فقط بلند شو اینجا جمع جو کن کچل بلند شو بلند شو بینم باشه ننم گوهر جون تو رو خدا نر آخ مادر یواش فشار بده کتفم درد میکنه گوهر جون نگه بری منم میرم شما زنگ بزن پدر مادرت بیان دنبالت نه شوخی کردم گوهر جون ولی به نظرم شما دیگه خیلی داری شلوغش میکنی طوری نشده که 4 روز دیگه همه یادشون میره این دانشگاه پر سوژه است نه موضوعی نرفا نیست مسئله اینه که من دل بچه‌مو شکوندم کاری کردم همه بهش بخندم به خدا اون لحظه آرزو میکردم کاش مرده بودم و خوار شدن بچه‌مو نمیدیدم
آخ بهرام، آخ بهرام، ببین حالا چه حالی داره. برمی تنها بای تو ساله، برمی میگم دیگه ننده مقراد شدم. هموم دیویست هفت و انشالله تحویل بگیرم به سبک خودت یه دونه شیر و کیک مهمونه من. خدال عزیز تو شیر و کیک چه استیکی چیزی نمیدی بگو؟ علی استیک دانشجو نیست رعایت رو خیلی جا فرزا تشی بیاری بیا 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 شاویگ میگه پشت در رو ننداختی ننه مادر یه دنیا رو میخواستی، کی دنیا رو برای آدم میخواد غیر از مادر؟ کی میخواد؟ میگه سرمو بگیر تو دامنه. خیلی مفصل اومد بگیرن هم اومد قربونت برم الهی آچه پاتم. اینجا چی کار میکنی روز جمعه مادر؟ بیا تو بیا تو. ننه اومدم بگم فدات بشم، اومدم بگم من به فدای قد و بالات، به فدای مهربونی ها میمیرم برای ننه. خیلی خوب آقا باشه عزیزم، منم دلم برا تنگ شده بود، ما یه قهری داشتیم، بچه هم اومده از دلم در بیاره. من چی باشم با شما قهر کنم؟ ننه به خدا یه فوش بده، این عزت و آزاری که کردم داره آتیشم میزنه. نه مادر فوش بده، تو پاره تن منی. اربا خاک آقا جون به فوش بده آروم شم. خب خاک الان تو سر کوه همین میگم فوش بده بذار آروم شم. بس کن دیگه جلوی مردم. ای فوش بده فوش بده. حالا باز زنگ میزنم هر چی از دهنم در اومد بهت میگم. بده به زهارون شم. تو خوبی؟ خوبم. دلم منم همینطور خدا شده. عزیزم. این داستان انصراف در دانشگاه چیه بهرام میگه؟ کارای اداری تو کردی یا میخوای من وایسام اینجا کارای اداری تو کنم شما برگردی؟ همین انصراف که به بهرام گفتی داری فکر کردی خبرها به ما نمیرسه، ما میفهمی. نه کی میره، من کجا میرم؟ من نگفتم. آه ببین من گفتم از این دانشگاه میرم. خب یعنی قرار شد که با یه نفر تو تبریز صحبت کردم، اون میاد جای من، من میرم جای اون، خیلی 35 میلیونم فیلم میگیرم سر. یعنی چی؟ همین تبریز؟ همی مرکز آذربایجان شرقی؟ آره مادم آره آره همین تبریز، همین آذربایجان. مگه ما چند تا تبریز داریم؟ تبریز دیگه چیه خلی؟ نه هیچی خلی؟ اینا رو بده من بده من اینا رو چی شده؟ خوابگاه پسرها کجاست؟ خوابگاه پسرها؟ خوابگاه پسرها داشت کجاست؟ خلی؟ 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 به من میگی ننه گوهر داره انصراف میده منو کشوندی تا اینجا درسته؟ الان اومدم میبینم با منجنیق 500 کیلومتر فرستادیشون برات. نه من پدر جان حقیقتی که از اینه که من از کجا میدونستم ننه گوهر میخواد انتقالی بگیره بره تبریز؟ من واقعا نمیدونم آقا انتقالی میگیره بره قطع میشه. اخرا بود ننه گوهر بره کشتیش اخرا بره کشتیش اونه چه دیگه خلاص اخرا بره تبریز بخواه بره آقا تبریز بره خب من کشتیش. صدا کیه داره میاد؟ صدا بهرامه. این کیه داره بهرام رو تهدید میکنه؟ که این طهر آقا بهرام میخوای مام بزرگ از دانشگاه بیرون کنی؟ آره باشه بسرم بچرخ تا بچرخی. جناب پرستار دقت بفرمه. نه نه نمیزن خدا شاد شما نگران نباش، این آوردم شما بکوبی تو کله من، فقط و فقط آروم شی. آخه دیلاخ کله خودت و کله من مقایسه میکنی؟ من شرف ندارم اگر عمری بود شما رو آدم نکنم، ببینی چه روزی دارم بهتون باشه. آقا رحمانی یه ذره کمتر تکون بخوری پانسمانت خراب نشه. زود بزن شیم درسته که پانسمانم درسته، این پسر منه بزرگش کردم عصای دستم باشه، آجر داده دست همکلاسیش بزنه تو سر بابا. من ندادم بابا، میگم نمیدونست شما پدر من. خدا شاهده خدا شاهده فکر کردم یه حروم لقمه دیگه است، چی جوری بگم اینو؟ نمیفهمه چی میگه درسته؟
هنوم لقمه یعنی اون نبوده من هنوم لقمه به بابات داره میگن. آخه تو بیشور تو دانشگاه چی کار میکنی؟ چه حرفی زنی ناصر جان؟ یه دقیقه دهنتو ببند، نمیتونی برو بیرون از این اتاق. بابا تو دیدی شلوغ ملوغ شهر کجا؟ آقا 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 کنار تو آه. تو هم زودتر بزنی و تمومش کن. بابا آقا روانی همش داری تکون میخوری دیگه، اصلا من نمیتونم اینجوری پاسمان. چرا پرسار من به شما باید بگم با پدر من درست صحبت کنید؟ انجام بده که دیگه اینم ادبه ای بچا معطل نشه. خوراک خودم فهمم اون نمیخواد تو میسه همه خوراکت هم. همش میخوام آره بزنی خوراکت هم یه لحظه اجازه بدید یه لحظه بپرسید از قبلیای خودتون بپرسید بله. این روزا خاطره است بله. همه ما این روزا رو گذروندیم بله. دانشگاه همش خاطره است همش درس پوری بازی نداره به خدا دلتون برای این روزا تنگ میشه کی رو داد اصلا تو دلش کن حالا تو چرا ادامه میدی به خدا دلتون برای همدیگه تنگ نکنید دلتون برای آخه بیش شدم چی نمیگم به چی شد دوباره من نیا یا واسه دوباره من نیا پدرت بود بابا تو رو خودت در آورد بابا آقا احساس نزنی شم و واهین اینجاست خدایا خودت شاهدی من این شخص رو بچه دست بلند نکردم بده من اون شموبایی رو بگو شموبایی رو بده وگرنه خودتو نصف کنم روی باشی چشش به قرآن میام به قرآن میام من ببین یه ذره به فرصت به ننه گوهرجا رو کل میدم بده زمین بگو شموبایی رو بده به من بده اون رو میبرین میدوزین ما اینجا شدیم نامحرم دیگه یه باره گام شم بایست داری نگاه میکنم حالو حضر برو راستیم برو چی ها نگاه میکنی؟ آقا رحمانی شما رسما مسئولیت این ماموریت رو بدید اینه بده من آقا یه دقیقه سر کنید شما چش آقا فقط شما یه ماتیزه کار کرده برای من بگیرین تموم ببین خوشگله پسر گفتم اینا رو بده به من هری آقا رحمانی شما دو تا راه بیشتر ندارین یا باید به ما مهلت بدیم ما کارو تمومش کنیم یا نه ندون اینجا موندگاره آقا استجان طبیل هست اینجا ببین دکتر گوش شده ببین چی میگم ننه بزرگت برنگرده دودمان تو به باد میدم ننه بزرگت باید برگرده باید انصراف بده نه انتقال انصراف نه مرخصی انصراف این چی میخواد از جون من اینا رو بده به من از اینجا بس کن از اینجا بس کن برو بستش کن کابو بزن جوجه فکلی من راننده ایجاد چرخه من نمیخوام دست شما من احترام دکتر رو دارم بکنی چی؟ تو بزن خواهش میکنم بیا بیا مجید بیا دیگه آره مجید بیا کابو دو بزن کابو دو بزن کابو دو بزن ترازه کو جنازه اونا گفتم را کجاست ترازه را بره من لات بازی در بیاد کجا نیست بهش بگو چش چش دراز رفت بزن کابوتو بزن کابوتو بزن کابوتو بزن قبل انقلاب همه نجسی میخورن من نفتی خورم من دو تا علف بچه من درسته ولی جلوی دانش کن نگو اینا رو بشین آمرو برم بشین من خواهش کردم من خواهش کردم بزن بزن آقا کابوتو بزن داداش بشینی یا من دارم میدم آقا کاری ندارم قربونه بگم یعنی بس کنی چشم آقا بشینی سلام به خدا درد کن چشم